بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شاگردان ارجمند، خوشحال هستیم که با در خدمتتون قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درس ها برای شما عزیزان مفید تمام شود. بله علیکم السلام، بفرمایید. تشکر. شما کدام سوال حل کردین و از صنف چند هستین؟ سیس. نامتان چی بود؟ از کدام مکتب؟ خب ما براتون میگم همین موضوع. سیس. تشکر. خب دوستای عزیز، متوجه سوالاتتون باشین و کوشش کنین دوستای عزیز کمی سوالایی که میکنین، مشکلاتی که دارین، در پروگرامش با ما در میان بگذارین. درست است؟ خب اگر ما جواب براتون نگیم، طبعا شاگردا چیز میشن که جواب سوال ما را که جواب نداد، ولی ما جواب میدیم، حاضر هستیم به هر مشکل، به هر سوالتون جواب بدیم. ولی در اون پروگرامه که اگر سوال کنین، در وقتش بد نخواهد بود. این وقت درس برای درس بونیم، وقت سوال جواب برای سوال جواب، وقت مشکلتون برای مشکل. خب تشکر از شاگرد عزیز ما. میم شما سر پروگرام درس خود، درس صنف 12 ریاضی، صنف 12 و ادامه درس قبلی. یادتون اگر باشه، ما درس ما بود سر فصل سوم، تمرین فصل سوم بود، صفحه 132، تمرین فصل سوم، فصل سوم، صفحه 132. ما شما در این تمرین یک سوال داشتیم، سرش بسیار جرابست کردیم، درست است؟ در ساعت گذشته یادتان هست، همین تغییرات متوسط بود، نظرات متفاوت، هر کس نظر خود داد و بالاخره گفتیم که نتیجه نهایی را بر ایساد میگذاریم، که امروز براتون نتیجه نهایی همون سوال با دلایلش میگیم که انشاءالله دیگه مشکل براتون پیش نبره. خب دوستان عزیز، سوال فکر کنم از تغییرات متوسط همی بود اگر من اشتباه نکرده باشم، که در تابع وای مساوی با، همی سوال بود نه؟ در تابع، متوجه شوین، fx مساوی با منفی x مربع، این همی سوال بود، درست است نه؟ فکر کنم این سوال چندم است؟ سوال دوم صفحه 132. خب fx مساوی بود با منفی x مربع و ای انتروالش رو داده بود، انتروالش 3 و 4. چیش خواسته بود؟ تغییرات متوسط. و در این دوستای عزیز بسیار جنجال شد، درست است؟ در این سوال البته جنجال های زیاد شد. بله خب ما پیشتر براتون عرض کردیم که همین سوال هایتون فقط بانین بخیر در پروگرام سوال و جواب، درست است؟ که یک دفعه این مشکل ما شما حل شما باز از او باز ما شما هستیم. خب تغییرات متوسطش سوالیه، بایدت متوجه سیم. ما گفتیم که این سوال به این ترتیب حل می شد که دلتا وای بر دلتا اکس، یک فرمول داشتیم نه برش، و اون فرمولش چی بود؟ مساوی بود و اف اکس دو منفی اف اکس یک بر اکس دو منفی اکس یک. صحیح شد دوست عزیز؟ خب اینال دلتا وای بر دلتا اکس مساویس بر اف اکس دو، این را نامش را ماندیم اکس یک، این را نامش را میمونیم اکس دو، یعنی اف چار، اف چار منفی اف سی، متوجه سی بر چار منفی سی. خب اینا به دو سایزیست
مشکل دیدم این قسمت بود F4 در تابع بکلاریم باید این منفی با X در ارتباط است اما در مربعش نی یعنی تو نشته میکنیم منفی نوبین قوس چند است؟ 4 4 مربع متوجه شد؟ خب اینی در سوال منفی است در فرمول منفی است منفی دو تا منفی چی میشن؟ مثبت متوجه شد؟ F3 اینا رو یعنی در اینجا سه رو میگذاریم مربع علامت یا مشکل شرش بعد چار منفی سه درست است دلتا وای بر دلتا اکس مساویس با چار که مربع شده شانزه ولی علامی منفی خود داره منفی شانزه درست است؟ نه مثبت سه که مربع شده نو از چار که سه برای یک اینا رو سعی کنیم دو سعی دید از شانزه که نو برای چند؟ منفی هفت بعد یک پس جواب منفی هفت کاملا درست است منفی هفت درست است غیر از اینکه جواب درست هست برای ثبوت قضیه برای از اینکه این مسئله هیچ نوع تشویش ایجاد نکنه که آیا می جواب ما صحیح است یا غلط اینه براتون یک آلت به اصطلاح تحلیلیش هم میگم که شما متوجه بشین این خود تکراریست نگه پاکش میکنم درست هستی؟ این همی تابع وای مساوی با منفی اکس مربع را اگر ما در دستگاه کمیات وضعیت دوستای عزیز قسم کنیم اکس اکس زبر و اینجا باشه وای وای زبر متوجه هستیم؟ این همی پارابولش به این شکل رسم میشه شما اگر رسم کنیم پایین این همی خود نشان میده که مبدی کمیات وضعی است این طرف مثبت بالا مثبت این طرف منفی پایین منفی این همی قیمت وای در ساحه منفی قرار میگیره پس همون منفی هفته که میگیم کاملا درست است چرا؟ که در ساحه منفی قیمت قرار میگیره از روی همی خود تابع هم گفته میتونم سعیز دوستای عزیز پس به این ترتیب مطمئن باشین و قطعی جواب چی است؟ منفی هفته است مشکل دیگر؟ ختم شد از ما و شما همین جنجالی که روز پیش وجود داشت خب میریم بخیر به طرف چیز سوالای دیگه خود که مشکلای دیگه که وجود داره حل شد خب با استفاده از خارج قسمت نیوتن با استفاده از خارج قسمت نیوتن دیروز ما و شما یک سوالش براتون حل کردیم یک مثال دیگه شما حل میکنیم بعد از اون باز میریم به طرف سوال دیگه خود دوست خب سوال دومش چی بود؟ با استفاده 3x مربع منفی 1 شرح کنیم درست هست نی؟ 3x مربع منفی 1 با استفاده از قانون نیوتن خب دوستای عزیز متوجه تخته می باشین ما داریم fx مساویس و 3x مربع متوجه هستین؟ منفی 1 3x مربع منفی 3x مکعب است منظرم اگر اشتباه نشه سوال دوم 3x مربع است مربع است و مکعب در کتاب چی هست دوستای عزیز فکر میکنم که در کتاب اشتباه رخ داده ای در کتاب 3x مربع گرفته ایره دوستای عزیز اما در اینجا ما شما x مکعب داریم در حل یک جواب برآمده ایره خب میمونیم برای از این کار وقت ما سر از این زایی نشد در این جواب هستش بریم به طرف خیر است مثال دیگه شد کار میکنیم باز سر از این همشانا میاییم دوستای عزیز که مشکل باز در کجا ایجاد شد ببینید که در سوال روز پیش ما گفتیم یک سلسله مشکلات ها در همی خود چیز داشتیم در سوالات خب سوال اول ما ببینیم چی هست بازم مشکل داریم کتاب سر نمیخوره اکثر جایش اشتباه با استفاده از خارج قسمت نیوتن fx مساوی با 2x fx مساوی بود با چی 2x دوستای عزیز fx مساوی با 2x دیروز اینا 3x مربع منفی 1 است درست است درست اینا رو ما
دقیقش پیدا کردم. اف ایکس مساویس با سی ایکس مربع منفی یک. چطور با استفاده از فرمول نیوتن مشتقش پیدا میکردیم؟ اف زبر ایکس مساویس با دو سه ایکس. بگویم فرمول نیوتن همکاری کنیم که ما لیمیت لیمیت h که به طرف صفر تقرب کند، خود فرمول نیوتن چی بود دوست عزیز؟ f x جمع h قوس بسته میکنیم منفی fx منفی fx در پایین دوست عزیز چی؟ در مخرج h. این بود فرمول نیوتن، انشالا که فراموش نکده میشه، درست هستیم؟ خب ببینه برای دیگه قیمت هایتان رو بگذارین. لیمت h زمانه که به طرف صفر تقرب کنه مساویس با. خب بگم قیمت هایش دوست عزیز چی دارین؟ 3 عدد ثابت دیگه. متحولتان هم x مربع، خیلی چی نشه بکنیم دوست عزیز؟ x مربع یعنی x جمع h مربع، ولی با ادامیش چی دارین؟ یک منفی یک، درست هستی؟ منفی یک هم خودش. خب دیگه چی داریم دوست عزیز؟ منفی فراموشتان نشه f x خود تابع خود نشه بکنیم، یعنی 3 x مربع منفی یک بر چی؟ بر h. متوجه هستیم دوست عزیز؟ این را دیگه سادهش میسازیم. لیمیت 3 خودش انکشافش میتونی نه x مربع جمع 2xh مثبت h مربع قوس بسته منفی 1. این رو ببینید دیگه شکل ضرب کنیم، این رو ضرب میکنیم که از جنجالش خلاص شدیم. خب این رو ضرب کنید میشه دوستای عزیز که منفی را به اصطلاح سر داخل قوسی که تأثیرش را پردین، منفی 3 x مربع، درست هستی؟ 3 x مربع دیگه چی؟ دوستای عزیز مثبت 1، مثبت 1 ممکنه. خب مثبت چی شد؟ 1. بر چی؟ بر h، بر h. این حال بازم زمانی که h به طرف صفر تقرب کنه. خب لیمیت این دوستای عزیز 3 رو ضرب داخل قوس کنیم، 3 x مربع مثبت 3 دو 6 x h، درست؟ مثبت 3 h مربع با ادامهش منفی 1 منفی 3 x مربع مثبت 1 بر چی؟ بر h، زمانی که h به طرف چی تقرب کنه دوست عزیز؟ صفر. به این چیزایی که خلاص میشه خلاصش کنیم. 3x مربع امره 3x مربع خلاص، یکیش مثبت یکیش منفی، منفی 1 امره مثبت 1 خلاص، درست است دوست عزیز؟ خیلی چی باقی مانده گر؟ اولا چیزی که باقی مانده دوست عزیز ای خود بود که 6xh جمع 3x مربع، این همی باقی مانده، این همی شمه کنیم در بالای تخت اینجا دیگه جای نمان، درست است؟ خب نشش میکنیم دوست عزیز. لیمیت خب ببینیم که کدام مارکر ما صحیح کار میکنه. لیمیت خب چی باقی مون؟ 6 x h، درست است؟ مثبت 3 h مربع بر h، زمانی که h به طرف چی تقرب کنه؟ صفر. در ریزی چی رو مشترک بگیریم دوست عزیز؟ در ریزی از عددهای 6 و 3 میتونیم 3 رو بگیریم، در مورد h مربع میتونیم چه بگیریم؟ نمیتونیم h موبایل قوس 6 تقسیم 3 2 hش خلاص، تنها میمونه 2x، درست هستی؟ 2x دوست عزیز دیگه خود چیزی باقی نمیمونه دیگه. خب در دیا که مشترک گفتیم بگیریم، از 6 و 3 3 رو مشترک گرفتیم، در ریش h گرفتیم x خودش مثبت
خب در این دو سه عزیز تنها چی میمونه؟ تنها اچ، تنها اچ. بر اچ زمانی که اچ به طرف چی تقرب کنه؟ به طرف صفر. درست؟ اینان اچ میشه امرایزی اچ خلاص. دیگه نوبت نوبتی چی خود بود؟ تقرب دادن دیگه. اینان دیگه تقربش میتیم. سعی کنیم دو سه عزیز اینی اچ ما در اینجا صفر میشه. سی دو شش اکس دیگه خود چیز باقی نمیمونه نی؟ پس جواب نهاییش میشه 6x. اینو دوستان عزیز امی سوال خدا با استفاده از قانون نیوتن جواب پیدا کردیم چند شد دوستان عزیز؟ 6x جواب پیدا شد دوستان عزیز که 6x. سوال چی بود؟ سوال چی بود؟ اینو رو بیدو سوال رو براتون اثر بشه میکنیم که fx مساوی بود با 3x مربع منفی 1. با استفاده از قانون نیوتن مشقش کشیدیم چند؟ 6x. اما به شکل ساده هم میتونیم حل کنیم که y زبر مساوی 2 ضرب 3 6x از عدد ثابتم چی؟ 0. متأکد میشیم که اگر به شکل ساده هم جواب کردیم 6x بود، با استفاده از قانون نیوتن هم چی شد دوست عزیز؟ 6x. اشاره که این سوال هم دوستای عزیز ما درک کردن. خب آن نوبت چی هست؟ فکر میکنم که نوبت از این بود که باشه که امی فعالیت سینفی برای خودتون امی سوال سومی که با استفاده از قانون نیوتن خارج قسمت امی مشقه با استفاده از قانون نیوتن مشقش پیدا کنید، این برای شما فعالیت سینفی میتونم. درست است؟ خب به این ترتیب سعی کنید. بله علیکم السلام، بفرمایید. علی میکنم براتون متوجه تخته باشم. خواهش میکنم. خب شاگرد عزیز ما تقاضا میکنه که این فعالیت خودتان حل کنیم. درست است؟ براتون حلش میکنیم. خب دوستان عزیز متوجه باشین ما داریم fx مساوی است و 2x تحت جذر بشید. درست؟ فرمول نیوتن f زبر x یعنی مشتق با استفاده از قانون نیوتن مساوی است با لیمیت h که به طرف صفر تقرب کنه. درست؟ بله بله. علیکم السلام، بفرمایید. تشکر، زنده باشه. در کتاب همون اشتباه است. خب اما جذر تا آخر بگیرین، یو زیر جذر است، متوجه هستین؟ یو زیر جذر. خواهش میکنم سیز عرض میکنم براتون، عرض میکنم، متوجه تخته باشین سیز. خب متوجه شدین؟ اینان ببینین فرمولتان چی هست دوستان عزیز؟ f x جمع h، متوجه شدید؟ خب x f x جمع h منفی f x منفی f x در پایین بر h، یه هم فرمول نیوتن. این را قیمتش رو میگذاریم لیمیت، متوجه سین دوست عزیز؟ خب این قیمتش چی خواهد بود؟ زمانی که h به طرف صفر تقرب کنه. درست است؟ خب قیمتش که بانین زیر جذر میبینیم تابعیت هم زیر جذر است که 2 ضرب x جمع h، متوجه شدیم؟ منفی 2x تحت جذر در پایین h. h صحیح شد؟ ایناله این ضرب مزدوجش میکنیم که از جذر خلاص شود. لیمیت 2 ضرب x جمع h، درست؟ تحت جذر منفی 2x تحت جذر ضرب مزدوجش. مزدوج از چی است؟
خودش با تغییر علامه ضرب خودش با تغییر علامه دو ضرب x جمع h منفی دو x تحت جذر البته با تغییر علامه گفت در پایین هم باز h ضرب اونمون چیزی کرد البته تحت جذر تحت جذر دو ضرب x جمع h تحت جذر متوجه هستین تحت جذر مثبت چی؟ مثبت دو x تحت جذر فکر کنم تا اینجا رو کدام مشکل پیش نامد زمانی که h به طرف چی تقرب کنم؟ به طرف صفر خب این آنه لیمتتون رو میگیریم بازم ادامه میتیم ای منفی بیست ای مثبت بی ای را مربع میسازیم ای را مربع میسازیم درست است؟ یاد دارین دقاله جذر دو ما بین قوس اکس جمع اچ اینمی کل مربع درست است؟ منفی دو اکس تحت جذر مربع ای پایین خودش اچ ضرب دو جذر x جمع h تحت جذر مثبت دو x تحت جذر هر دو سه تا این دارم مثل که کدام مشکل پیش نامد درست هستیم؟ اینا رو چی کار میکنیم؟ دیگه میریم به طرف بالا که اینجا دیگه جای نداریم خب مربعش به جذر که خلاص کنیم اینجا مربع که به جذر خلاص شود h به طرف صفر پس چی میشه؟ لیمت ضرب میکنیم که دو ضرب x جمع h متوجه هستیم منفی دو x درست هستیم؟ منفی دو x بله خود مخرج اینا نشان میکنیم h ضرب جذر دو ما بین قوس x جمع h قوس بسته مثبت دو x تحت جذر بالا را ساده میسازیم زمانی که h به طرف چی تقرب کنه صفر لیمت ضربش کنیم داخل قوس دو x جمع دو h درست است؟ منفی دو x در پایین بازم h که به طرف صفر تقرب کنه h ضرب دو ما بین قوس x جمع h تحت جذر خب پیشش قوس نمیگیریم جمع دو x تحت جذر خب این قسمت های شگر شما که در کردین ایلانه ای دو اکس امرای ای دو اکس خلاص درست پس چی میشه لیمت این در حال زر میتونین ایچ هم کدین از ایچ خلاص کن نمیتونین خلاص کن میتونین میشه خلاص چرا در حال زر بس خیلی در بالا تنها چی باقی میمونه دو باقی میمونه تنها در پایین دو اکس جمع زیر زرک کنیم دو اچ خب بله علیکم سلام بفرمین کنم انشاءالله باز من جواب سوالتون رو گرفتم ساعت دیگه براتون حلش میکنم درست است؟ باز با من در تماس شوید انشاءالله براتون حلش میکنم هیچ تشویش نکنین هیچ خواهش میکنم خب متوجه سین دوستای عزیز در اینجا دو بالاخره تحت جذر درست جمع
دو اکس تحت جذر، دو اکس تحت جذر زمانی که اچ به طرف چی تقرب کنه؟ به طرف سر. این را ببینید ساده بسند این دوستی عزیز، دو در بالا خودش. خب این رسای کنید اینی اچ که طرف صفر تقرب کنه، اینی قسمت میشه صفر. قبول؟ خیمه مالا دو اکس زیر جذر جمع دو اکس زیر جذر، یعنی دو دانه دو اکس زیر جذر. دیدیم دوست عزیز؟ میتونیم دو رو ممرای دو چی کنیم؟ خلاص کنیم. پس جواب چی میبره؟ یک بر دو اکس تحت جذر. این علی سوال اگر ما با استفاده از قانون عمومی حل کنیم، وای مثبی بر دو اکس تحت جذر علی چه رقم مشتق بود؟ وای مثبی یو زیر جذر. یو زیر جذر یعنی مشتقش وای زبر مثبی یو زبر بر دو جذر یو مساوی میشه با یو زبر. متوجه شدین؟ یو زبر بر دو جذر یو. اینه که ما مشتق بگیریم بالا تنها دو میمونه در بالا، در پایان دو زیر جذر دو اکس. ای دو امرای دو خلاص. چی باقی میمونه؟ یک بر دو اکس تحت جذر. میبینیم که اردوی زیر جواب ها یک چیز. دیدین دوست عزیز؟ هیچ مشکل در این رابطه پیش نامد. تشکر از توجهتان. در یک دقیقه سوالم میمونیم که از روی تخته شما یادداشت کنین، پیشتان بگیرین، چون پروگرام سوال و جواب ما ختم شد. تا ساعتی دیگه که با در خدمت شما عزیزا قرار بگیریم، شما را به خداوند یکتایی